داریم یا نداریم. من دارم الان با شما، پیمانم اینجا وایستاده، دارم صحبت میکنم با شما، بگم پیمان چه پیرهن قشنگی داره. خب الان غایب داریم یا نداریم؟ یه دسیه دارم میگه نداریم. بچه یادمون باشه غایب منظورش حاضر غایب نیست، منظور سوم شخصه. الان پیمان اینجا غایبه، یادتون باشه غایبه. غایب یعنی اون فرد یا اون چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم. گرفتی چی شد؟ خیلی نوکرم، دم دیگه. پس حواسا جمع باشه، این غایبی که اینجاست رو با حاضر غایب اشتباه نگیریم. غایب این جمله و دیالوگ من یادت باشه، هر چیزی یا هر فردی است که داریم راجبش صحبت میکنیم. من با شما دارم راجب این دستمخازی صحبت میکنم، دستمخازی غایبه. تو داری با من راجب این بطری آب صحبت میکنی، بطری آب غایبه، بهم میگن غایب. پس غایب یعنی سوم شخص، مخاطب یعنی دوم شخص، و متکلم یعنی اولش. متکلم یعنی من و ما، مخاطب یعنی تو و شما، غایب یعنی او و آنها. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. هر کی فهمید مثبت، هر کی نفهمید منفی. آره احسن. خب هر کدوم این تقسیم بندی میشن به مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث، اما صیغه ها رو باید اینطوری حفظ کنیم. آماده این؟ صیغه ها رو به این مال: هو و هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم انت انتما انتن، انا نحن، همه با هم. آماده برو: هو و هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم انت انتما انتن، انا نحنو. اینا ضمیراست، همه شما معنی اینا رو بلدید. هو یعنی او که مذکره، هم یعنی آنها که مذکرن، انت یعنی تو، نحنو یعنی ما. پس حواسمون باشه همه معنی اینا رو بلدید. اما نام صیغه در عربی که بسیار اهمیت داره رو بهتون بگم. ببین هو غائبه، به غائب یه لل اضافه میشه، لل غائب. هما مثناس، مفرد به اضافه یه اونون میشه مثنا، میشه لل غائبینه. هم مفرد به اضافه یه اونون، لل غائبینه. اینجا مثنا و جمع با یه اونون ساخته میشه. هی مؤنث تگر بذار لل غائبت، هما لل غائبتین، هن لل غائبات. ببین فداتشم، من بهت کد دادم، این ا این ا، اونی که ا داره جمعه. وقتی ما یه جا یه جمعیت زیاد میبینیم میگیم ا، پس اونی که ا داره جمعه. آقا اینا به چه دردم میخوره تو جمع؟ توی تحلیل صرفی مؤنثات دارن للغاء بت، للغاء بتین، للغاء بات. پس الان اگه یه روز گوش کن، یکی بهت گفت لل مخاطبتینه، کدوم ضمیره؟ از للمخاطبتین سه تا چیز میفهمی. یک مخاطبه، للمخاطبتین ا داره و مثناست، للمخاطبتین ت داره و مؤنثه. پس مؤنثه، مثناست و مخاطبه، یعنی شما دو تا خانوما. وقتی به تو میگن للغائبات سه تا چیز ازش میفهمی: غائبه یعنی سوم شخصه، ت داره مؤنثه، و آت داره جمعه، جمع مؤنث غائب. به انا میگن متکلم وحده یعنی تنها، و نحنو میشه للمتکلم مع الغیر. حواسم این داستان باشه. حالا بریم سراغ فعل ماضی. هر ضمیر برای خودش یه فعل ماضی داره، یه فعل مضارع داره. هاچی نمیفهمم، نمیفهمی چیه فارسیه دیگه. او فعل گذشته است، میشه گذشتهش میشه رفت، فعل حالش میشه میرود. من رفتم، حال من میروم. میخوام بریم با هم فعل های ماضی رو از بالا صرف کنیم. بریم: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، برو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو، برو، فعلنا، همه با هم. آماده این؟ یه بار دیگه برو: فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، برو، فعلتا،
فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتو. حالا فعلنا. حالا بریم سراغ فعل مضارع. آماده ایم؟ یفعلو یفعلو